رفقای بامرام موشکاب، سلام به همگیتون. میگم این روزا خشم و نفرت مردم از آتش بیاری و جنگ افروزی آخوندا جوری بالا گرفته که صدای سگ و سیلاهای عظما رو در آورده، از قبیل بوفالوی نظام که اینجوری بیاد و به این قضیه و اصل و نیت رژیم اعتراف کنه. مسئله‌ای که امروز برای ما به وجود آمده است، مسئله جریان یک منطقه جغرافیایی کره زمین نیست. بگیم آقا در یک منطقه جغرافیایی جنگ، فلسطین با اسرائیل جنگ داره، فلسطینیا با اسرائیل جنگ هم داره سرکوب میکنه، خب در یک نقطه در یک منطقه جغرافیایی کره زمینه، به ما مربوط نیست. نخیر عزیز من، این جنگ جنگ بین اسلام و کفره. ما مسلمانیم، ما طرف جنگیم، ما قوم طرف مقابله با اسرائیل هستیم. بعضی از نغمه های مسمومی که در اطراف ما داره الان ساز می شود و نواخته می شود واقعا باعث تأسفه. میگن آقا خب جنگ رو کی شروع کرد؟ خب فلسطینی ها جنگ رو شروع کردن، خب زدی ضربتی هم نوش کن. ما باید متوجه باشیم طرف ما کی الان. و مسئله دیگه اسرائیل و فلسطین نیست برادران خواهران، جبهه اسلام و کفر است. کفر آمده در یه طرف و این طرف اسلامه، و چون این طرف اسلام ما هم مسلمانیم، پس ما هم یه طرف جبهه هستیم و این طرف جبهه. ببینیم واشتیم دقیقا با همه امکانات دولت ما، حکومت ما، مردم ما آماده باشن. ای حروم لقمه ها، شما برای در بردن نظامتون جنگ افروزی میکنین و دم از جنگ اسلام و کفر میزنین. اما کفر و نجاست بهتره بدونین همین نظام نکبتی شماست. در ثانی این دفعه دیگه تقسیم کار همیشگیتون، یعنی هرچی مرگ و بدبختی واسه مردم، بالا کشیدن سودای نجومی و نعمان جنگ هم مال شما و آقازاده‌هاتون. اما این بار دیگه کور خوندین، جنگ اصلی یه جای دیگه است. اره به شما از یک خطر دیگر باید بگویم، و آن جنگی است که نه در مرزها، که از طریق تلفن‌های ساده دست بچه‌ها و ماهواره‌ها در چشم و گوش و مغز کودکان ما برا افتاده. امروز دشمن ما بر آموزش و پرورش ما تمرکز کرده. رسانه‌های منافق فوراً جنگ دیگری برا افتاد و یک انقلابی طراحی کردند به نام انقلاب نوجوانان. تصور این که از پا خواهد نشست تصور باطلی است. وای بنازم جوونا و نوجوونا و انقلابشون رو که اینجوری شما رو به دل پیچه انداختن. باش تا صبح دولتش بدمد. بله دوستان عزت زیاد.